ما کمی رو سن صحبت میکنیم، بعد مزاحم دوستان توی سالن میشیم. آقای تقوایی هم ملحق میشن به ما و آقای توکلی هم. آقای مکشی شما شروع بفرمایید. سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که اینجا برای دیدن فیلمی از آقای تقوایی. راستش من کاغذ بی خط رو چندین بار دیدم و الان که داشتم میدم فکر کنم یکی از خصوصیاتی رو داره که فیلم های آقای تقوایی همه دارن، اونم اینی که با وجود اینکه قدیمی میشن اما هیچ وقت کهنه نمیشن. الان داشتم فیلم رو نگاه میکردم و فکر کردم که واقعا چقدر شبیه همه دیگه آثار آقای تقوایی، این ویژگی منحصر به فرد توی این فیلم هم هست که خیلی خیلی تازه، خیلی به روز در همه زمینه‌ها، هم به لحاظ تکنیکی، کارگردانی که امیدوارم راجبش حداقل من بیشتر بتونم صحبت کنم و البته مضمون و شیوه روایت و همه این چیزا، فکر می‌کنم که جزء کار منحصر به فرد سینما ایرانه واقعا از این نظر. خب به نظر آره، حالا می‌خوای شما یه مقدمه‌ای بگو؟ من هم سلام میکنم خدمتتون، خیلی خوشحالم که اینجا هستم. سالها گذشته از اولین بار که فیلم رو دیدم، البته در طول سالها دیده بودمش بار اول توی جشن باره، وقتی اون سالها دیدیمش واقعا مایه شگفتی بود فیلم، به خصوص از این جهت که شبیه فیلم های دوره خودش نبود. در واقع یه جورایی به نظر میومد پایه‌گذار یه مدلی از سینمایی شد که بعدتر در واقع استفاده های درستی ازش نکردند. یعنی در واقع اون چیزی که بعدتر خیلی به اسم کلیشه‌ایه، در واقع سینمای آپارتمانی و سینمای محدود و این چیزا ازش اسم بردن، نمونه خوب و درستش کاغذ بی خط بود که از در واقع یک مکان محدود و شخصیت‌های محدود خیلی استفاده کرد برای اینکه بتونه یه داستان رو به شکل جذاب تعریف بکنه و تازه داستان هم تعریف نکنه. به نظرم این برای مقدمه بسته تا بعد در موردش صحبت بکنیم. خب حالا دیگه ادامه بدین. این ویژگی ها که در موردش صحبت میکنیم، حالا یا شهرام یا محسن، این ویژگی ها که در موردش صحبت میکنیم و شما فکر میکنیم ویژگی های مشترک در بین آثارشون وجود داره، همچنین در کاغذ بی خط، اینها چیه؟ چه از منظر کارگردانی، چه دنیایی که آقای تقوایی تو این فیلم ها ساخته و شما مؤلفه های مشخص اون دنیا رو تو اینم پیدا کردید؟ ببینید، فیلم به نظرم از دو سه منظر در این زمینه که میگیم میشه راجبش صحبت کرد. یکیش قطعا همونی که آقای آزم اشاره کردن، یعنی فیلم با ایده لوکیشن محدود. از این نظر میشه فیلم رو با خیلی از فیلم‌های قبل‌تر از خودش در تاریخ سینما یا خیلی از فیلم‌های سینمای ایران البته بعد از تاریخ این فیلم مقایسه کرد، چگونگی کار کردن در لوکیشن محدود. فکر کنم شاید مهمترین کاری که انقدر خوشحالم که آقای تقوایی الان از سالن بیرونن، چون اصلا نمیدونم اگر باشن چطوری آدم از این حرفا بزنه جلوی خود آقای تقوایی. وقتی که وارد آپارتمان شده دوربین آقای تقوایی توی این فیلم و توی لوکیشن محدود، یه ویژگی خیلی منحصر به فردی داره. من لایه لایه بودن تصویر رو میخوام بهش اشاره بکنم و اینکه چطور در واقع هر دری که باز میشه ما یک دنیایی رو دوباره پشت اون در میتونیم ببینیم. این چند لایه بودن تصویر باعث شده که با وجود اینکه ما دوربینمون دائم توی لوکیشنیه که مثلا یه اتاق یا آشپزخونه است یا چیزایی از این دسته، ولی دائم تصویر رو توی چند بُعد توی چند لایه میبینیم و این کمک میکنه به مدل خاصی که آقای تقوایی توی این فیلم دارن میزانسن میچینن. ببینید، در سال 80 وقتی که این فیلم ساخته شده، ایده میزانسن هایی که در واقع به سمت محور حرکت نمی کنن و دائم دارن از محور عبور می کنن و به بیرون قاب دارن هدایت میشن، ایده تازه‌ای در سینما ایران. اگر مقایسه کنیم با بعضی از فیلم های خود آقای تقوایی، باز دوباره میبینیم که توی کاغذ بی خط این مدل میزانسن، یعنی میزانسن هایی که از مرکز عبور میکنن و به اطراف دارن میرن، توی این فیلم خیلی داره متکامل رفتار میشه. هرچند ریشه هاشو توی فیلم های خود آقای تقوایی میتونیم ببینیم، ولی اینجا به نظرم این جزء ویژگی منحصر به فرد کار میشه، به طوری که خیلی از صحنه و دیالوگایی که احتمالاً میتونه مهم باشه دائم داره در بیرون قاب اتفاق میفته و دوربین گاهی با حرکت‌های مستقلی میتونه کاراکترها رو توی قاب بگیره و اونا رو دوباره از خودش عبور بده. ایده میزانسنای چندلایه، به خاطر اینکه بگم چقدر توی این کار به نظرم ببخشید لوکیشن چند لایه، به خاطر اینکه بگم چقدر توی این کار
بدی و جدیده، میخوام اشاره بکنم به کار یکی از کارگردانه متأخر که خیلی هم کارش این سالها مورد توجه قرار گرفته، آقای اندرسون، که توی فیلم‌هایی مثل مثلا آوازهای از طبقه دوم، فکر کنم پارسال پیارسال شیر طلای جشنواره ونیز رو گرفتن بابت فیلم آخر این سگانشون، توی فیلم‌های اون من این مدل میزانسنی که توی فیلم‌های آقای تقوایی خیلی قبل‌تر دارم می‌بینم، اونجا هم اون این شکل رو می‌بینم، یعنی میزانسنی که در موقعیت لوکیشنی که در لحظه اول تخت به نظر میرسه، اما با یه حرکت دوربین ما می‌بینیم که لایه‌های بعدی و بعدی رو توش دائم داریم پیدا می‌کنیم، یا با باز شدن یه در، با باز شدن یه پنجره، یا بسته شدن یک در یا پنجره، دوباره تبدیل میشه به یک موقعیت میزانسنی در واقع محدودتر. فکر کنید که حالا یه ایده کارگردانی دیگه ای که البته من اینو مرتبط میدونم با شیوه روایت فیلم و اونم استفاده از نور و چراغ دوباره چقدر کمک میکنه به این چند لایه بودن. تقریبا ما توی تمام صحنه‌های فیلم دائم لامپ‌ها و چراغ‌هایی رو می‌بینیم که روشن میشن، خاموش میشن. ارتباطش برای من با شیوه روایت فیلم در مدل پرداختن به نمایشه، یعنی ایده ای که اینو فیلم رو مرتبط میکنه با نمایش به مفهوم اون چیزی که مثلا ما در تئاتر میتونیم ببینیم. حالا ببینید اگر اینو هم اضافه کنیم، یعنی نورهایی که دائم داره این لایه‌ها رو اضافه می‌کنه، کم می‌کنه، یا به زعم من صحنه‌های نمایشی فیلم رو روشن و خاموش می‌کنه، یعنی موقعیت‌های قصه و تئاتر رو با هم دیگه یکی داره می‌کنه. فکر کنید که حالا چرا توی این فیلم می‌تونیم تاکید کنیم روی ایده لوکیشن محدود؟ باز به نظرم داریم به روایت به مفهوم تئاتر نمایش یا بیس روایت، بیس داستان اصلا داریم اشاره میکنیم که موضوع اصلی فیلمه، و فکر میکنم که یه نگاه هوشمندانه‌ایه که وقتی ما داریم فیلمی رو درباره شیوه روایت و داستانگویی داریم میسازیم، چطور اینو داریم مرتبط میکنیم با میزانسن صحنه‌مون، چطور مرتبطش میکنیم با نور صحنه‌مون، و چطور مرتبطش میکنیم با روایت داستان در داستان، که حالا اینم امیدوارم بعد یکم جلوتر بتونیم راجع به ساعت، من نمیخوام خیلی پر حرفی بکنم. آره، مرسی. نه خواهش میکنم آقای آزرم، در مورد این نکته‌ای که گفتید شبیه هیچ کدوم از فیلم‌های هم دوره خودش نبود و یک کلیشه آپارتمانی بعداً درست شد که باز شبیه این نبود، میخوام در مورد ویژگی‌ها بیشتر صحبت کنیم. ویژگی‌ها چیه که کاغذ بی خط رو متمایز میکنه از سایر فیلم‌های حالا به ظاهر مشابه خودش؟ نکته اصلی به نظرم اینه که آقای تقوایی در واقع با هوش داستان نویسی خودشون من خواهش میکنم نه درست شد آره از شما درد نکنم راضی به زحمت نبودم آقای تقوایی با در واقع هوش داستان نویسی خودشون مینیمالیسم رو وارد سینما ایران کردن، در واقع چیزی رو که وارد ادبیات کم کم داشت میشد ولی کسی به صرافت این نیفتاده بود که بخواد توی سینما ایران واردش بکنه. در واقع توی تعریف خیلی خلاصش که حتما خودتون هم میدونید، مینیمالیسم قراره که همه چیزهایی رو که در واقع اضافه هستن، ضروری نیستن، حذف بکنه و در حقیقت روی جزئیاتی تاکید بکنه که تو وهله اول ممکنه به چشم نیان. در واقع داستان جزئیات و در واقع همون نوازش کردن جزئیاتی که حالا سالها پیش ناباکوف گفته بود، یا در واقع حالا اون مینیمالیسم یا رئالیسم کثیفی که بعدتر توی در واقع ادبیات آمریکا خیلی در موردش حرف زدن و کار کردن و نویسنده هایی توی شاخه‌های مختلفش در واقع کار کردن، از ریموند کارور بگیرید تا توبیاس وولف، همه اینها زیر شاخه در واقع مینیمالیسم بودن با در واقع تفاوت‌هایی که هر کدومشون ممکن بود داشته باشن توی کار خودشون. آقای تقوایی این مینیمالیسم رو وارد سینما کردن با کاغذ بی خط. در واقع کاری که توی کاغذ بی خط اتفاق افتاده در واقع حذف کردن سر و ته یه داستان در واقع زندگی روزمره است، به خصوص چون اساسا توی مینیمالیسم و در واقع توی داستان‌های مینیمال زندگی روزمره خیلی مهمه، یعنی اصلا قراره هیچ اتفاق عجیب قرار نیست بیفته، یعنی قرار نیست مثل یه داستان پلیسی یه معمایی پیش بیاد که قرار بشه حل بشه، همه چیز تو خود زندگی روزمره است و وقتی پای زندگی روزمره در میون باشه قاعدتا همش میتونه حوصله سربر بشه.
مهمترین نویسنده های در واقع مینیمالیست در واقع این توانایی رو داشتن که بتونن سر و ته ماجرا رو حذف بکنن و بتونن در واقع اون وسط ماجرا رو، اصل ماجرا رو نگه دارن. این اتفاقیه که فکر میکنم در واقع توی کاغذ بی خط میفته. با این توضیح که در واقع فیلم بخش نمیتونم بگم حالا همه فیلم سازایی که بعد از آقای تقوایی کار کردن سعی کردن مثلا فیلم های آپارتمانی یا توی خونه بسازن خیلی بد بودن، ولی عمده اونایی که در واقع کارشون بی نتیجه شده، اولین دلیلش قاعدتاً اینه که داستانگوی خوبی نیستن و نمیدونن که وقتی قراره داستانی تعریف بکنن که داستان نیست چیکار باید بکنن. آقای تقوایی خب برها موقعیت منحصر به فردی دارن توی سینما ایران، از این جهت که چون به پشتوانه در واقع ادبیات وارد سینما شدن، از اول داستانگوی رو خیلی خوب بلد بودن و چه وقتایی که داستانهای خودشون رو در واقع ساختن، چه وقتایی که به عنوان کسی که شماری از مهمترین اقتباس ها رو انجام دادن، حتی از یه داستان خیلی معمولی، حالا خیلی معمولی هم که نه، به نسبت معمولی، مثل در واقع اون داستانی که توی کتاب هفته از میکا والتری خونده بودن و بعد مثلا فیلم نفرین رو بر اساسش ساختن، قاعدتاً فیلم چند پله بالاتر از اون داستان خیلی معمولیه که در اون سالها بوده، یا کارهای دیگه شون. نکته اینه که تعریف کردن همچین داستانی اتفاقاً خیلی سخت داره، به واسطه اینکه در واقع اون عناصر جذابی رو که باید توی داستان باشه تا بتونه در واقع تبدیلش بکنه به یه فیلمنامه‌ای که هر کسی بخونه و بخواد مثلا بگه خب حتما اینو باید بریم بسازیم، خیلی کار سخت‌تریه. تا جایی که من میدونم یعنی قبلش خونده بودم یا شنیده بودم، الان درست یادم نیست، چند سالی هم ظاهرا آقای تقوایی دنبال این بودن قبل‌ترش هم که بخوان اینو بسازن و پیدا نمی‌شده در واقع تا قبل‌تر تهیه کننده بابت برای اینکه بخوان بسازن، چون نکته در واقع همین تعریف کردن و تعریف نکردن داستانه و اینکه ما با یه داستان خیلی پرفراز و نشیب طرف نیستیم. این چیزیه که در واقع توی فیلم‌های بعدی که در واقع بر اساس این الگو قرار ساخته بشه یا شده اتفاق نمی‌افته. اونا برای اینکه خودشون رو رها بکنن در واقع اون ماجرا رو دوباره دارن وارد می‌کنن، یعنی به جای اینکه در واقع ماجرا رو از دل شخصیت‌ها بیرون بکشن و بخوان در واقع شخصیت‌ها خودشون تبدیل بشن به ماجرا، یه ماجرایی رو در واقع از اول در نظر می‌گیرن و شخصیت‌ها رو با اون همراه می‌کنن. این اتفاقی تو کارهای تقوایی نیفتاده، برعکس شخصیت‌ها خودشون ماجرا میشن. این به حال یکی از اون مهمترین کاریه که به نظرم توی کاغذ بی خط اتفاق افتاده و واقعا یه جور تفاوت مهمی داره با کاری. حالا بحث اقتباس پیش اومد، چه اتفاقی میفته توی این ترجمان تصویری قضیه توی سینمای آقای تقوایی که گاهی میگیم ناخدا خورشید از اقتباسهای دیگه داشتن بهتره، یا از چه میدونم همین نفرین مثلا از کار میکا والتری بهتر در اومده و شاخص‌تره، یا حالا حتی کار کار دایجان ناپل اون میگیم که کم از نوشته پزشکزاد نداره. چه اتفاقی میفته تو سینمای ما که اقتباس ها همه تقریبا بده و اصلا اقتباس خوب تقریبا نداریم؟ تو سینمای تقوایی دو سه تاش رو کاملا میتونیم مثال بزنیم که از اصلش هم با اصلش برابری میکنه یا از اقتباسهای دیگه‌ای که از اون اثر شده بهتره. ببینید توی اقتباس اولین اتفاقی که میفته احتمالاً ما به عنوان فیلمساز درگیر میشیم با فضای ذهنی که مخاطب از یک داستان برای خودش ساخته و آیا تصویری که ما داریم میسازیم میتونه با اون فضای ذهنی برابری بکنه یا نه. من میخوام از فرصت این سوالی استفاده بکنم و در مورد کاغذ بیخط یه نکته رو بهش اشاره بکنم. اونم اینه که ببینید کاغذ بیخط در واقع از مدل داستانگویی روایت در روایت استفاده میکنه، به معنای اینی که وقتی که ما به صورت یک الگوی قدیمی تر در سینما من مثال میزنم، وقتی که ما نویسنده ای رو داریم که داره داستانی رو مینویسه، هر آن منتظر این هستیم که وارد فضای داستان فیلم بشیم و وارد فضای داستانی که نویسنده داره میگه بشیم. خب نمونای قدیمی داره این در سینما و در ادبیات در نمایشنامه که ما یک نویسنده رو میبینیم و جهانی که اون داره خلق میکنه رو به صورت موازی داریم میبینیم. کاری که بعدها سینماگرها کردن این بود که این مرز بین جایی که نویسنده داره مینویسه و جهانی که داره خلق میکنه رو به تدریج کم رنگ کنن. نمونه های متأخری از این ماجرا بعد از فیلم کاغذ بیخط در سینمای دنیا اگر بخوام مثال بزنم، مثلا وقتی که
اتفاقا فیلمی با همین تایتل اقتباس رو میبینیم که سناریست معروف چارلی کافمن نوشته اون داستان، اون سناریو رو، وقتی که یک نویسنده دوباره درگیر نوشتن یک فیلمنامه ایه. یا مثلا فیلمی مثل عجیب تر از داستان رو داریم میبینیم، یا فیلم های فرانسوا اوزون، این یکی دو تا فیلم مثلا با این مضمون داره که یکی از بهترینش اون صخره شناس. اینا نویسنده ها، فیلم ساز ها توی چنین روایتی به تدریج دارن سعی میکنن که این مرز رو بردارن، یعنی تماشاچی متوجه نشه که چه موقعی داره وارد فضای داستانی میشه که اونا دارن خلق میکنن. توی کاغذ بی خط به نظر من ما چند قدم از این ایده هم جلوتر هستیم، یعنی از این ایده محو کردن. مثلا اگر مثال بزنم توی استخره شنا، ما یک جایی در پایان فیلم با قاطعیت میفهمیم که تمام روایتی که ما داشتیم تا حالا به عنوان فیلم میدیدیم چیزی بوده که نویسنده داشته میگفته و اینو مثل یک گردباد پایانی، یک تویست پایانی برای ما رو میکنه کارگردان و نویسنده فیلم. اما توی کاغذ بی خط به نظرم اتفاقی که میفته اینه که این مرز انقدر کم رنگ میشه، انقدر کم رنگ میشه که ما به عنوان مخاطب با خودمون این سوال میپرسیم که آیا اصلا این مرز وجود داره یا نداره. آیا ما روایتی که داریم میبینیم توی فیلم تمامش فیلمنامه‌ایه که رویا رویایی داره مینویسه یا نه؟ آیا ما میتونیم بگیم از یک جایی وارد روایتی میشیم که رویا رویایی مینویسه؟ مثلا نشانه فرمی اگر بخوام بگم، از جایی که برای اولین بار بارون قطع میشه توی ماشین تا جایی که بعد به خواسته رویا رویای بارون دوباره میاد. آیا ما میتونیم این بازه زمانی رو فکر کنیم؟ این بازه یعنی موقعیتی که رویا داره خلق میکنه در ذهنش و اون موقعیت رو داره مینویسه، چون که بلافاصله بعد از قطع شدن بارون ببینید پلانای اینطوری اتفاق میفته. خیلی متواضعانه کارگردان از ایده قطع شدن بارون چشم پوشی میکنه، یعنی فقط اونو با صدای برف پاکن به ما نمایش میده. بلافاصله بعد از اون کات میخوره به پلان دیگه که هنوز بارون داره میاد و خانم هدیه تهرانی توی ماشین نشستن، پیاده میشن و میان با پلان شکسته شدن در که احتمالاً شاید یکی از نقاط قوی پررنگ داستان توی این قصه، توی این داستان مینیمالیستی که آقای آذرم ازش تعریف کردن میتونه باشه. یعنی انگار قصه وارد یک چالش جدیدی داره میشه. اما چه موقعی وارد این چالش میشه؟ موقعی که ما توی ماشین گفتیم که خب حالا بارون قطع، آیا ما میتونیم در جهان ذهن نویسنده این خواسته رو داشته باشیم که بارون قطع شه؟ توی این پروسه، توی این پرانتز ما یک داستانی رو داریم میبینیم که به نظر من ما دیگه داریم با خودمون فکر میکنیم که آیا این داستانی که رویا داره مینویسه یا نه. یا در پایان فیلم وقتی که فیلم نامه داره خونده میشه توسط جهانگیر آقای شکیبایی، ما داریم به این فکر میکنیم که پس آیا تمام داستانی که ما دیدیم از اون لحظه بعد چیزی بوده که ما در واقعیت دیدیم یا چیزی بوده که از دل فیلم نامه در اومده و ما دیدیم. کاغذ بی خط از این منظر برای من خیلی جذابه، یعنی توی فرم روایتگری و شیوه برخوردش با ادبیات و داستان‌های پیش از این، که خیلی به نظرم این فرم رو داره حل می‌کنه توی مدل قصه گفتنش، خیلی داره این رو حل می‌کنه، به طوری که من به عنوان یک مخاطب میتونم چنین تصمیمی بگیرم که فیلم رو دارم این روایت رو ازش دارم می‌بینم، یا میتونم تصمیم بگیرم که نه، کل فیلم چیزی بوده که من دیدم و در پایان مثل همین قصه‌ای که الان روی پرده داریم می‌بینیم، جهانگیر کل این سناریو رو داره می‌خونه. ضمن این که به این نشانه فرمی ابتدا و انتهای فیلم رو هم که میشه اضافه کرد، یعنی در واقع فیلم با چنین ایده‌ای که در فرم کامل میشه اما در روایت میتونه ادامه پیدا کنه داره کار میکنه، یعنی فیلم فرم خودش رو میبنده با پلان ابتدایی و انتهایی، اما جهان روایتگری رو برای ما کماکان باز باقی میذاره به نظرم. مرسی. حالا اون سوال در مورد اقتباس رو محسن اگر چیزی هست فرق نمیکنه، حالا میگم چه اتفاقی میفته که در واقع اقتباس جدای از اینکه دنیای نویسنده رو با خودش همراه داره، شما کاملا میتونید امضای کارگردان رو که خالق دوم این اثره توش ببینید و اصلا بیشتر این رو به یاد بیارید تا اون اثر اصلی رو. دقیقاً. باز این به نظرم برمیگرده به همون در واقع نکته‌ای که قبلش گفتم که به هر حال پیشینه ادبیه آقای تقوایی خیلی کمک میکنه و به خصوص حالا امیدوارم همه کسایی که توی این سالن هستن داستانای آقای تقوایی رو خونده باشن. اگه نخوندنم واقعا فکر میکنم که توی اولین فرصت واقعا این کارو بکنن، یعنی اون مجموعه داستان ایشون قطعا یکی از مهمترین مجموعه داستانهای فارسیه و چه بد که توی این سالها واقعا فرصتی برای چاپ دوبارش پیدا نشده.
و واقعا امیدوارم یه روزی دوباره تجدید چاپ بشه. نمیشه دیگه. یعنی به دلایل فارغ از ماست، یه ذره بالاتره، در حد ارشادی که باید در واقع اونا باید اجازه بدن که داستان‌ها کامل چاپ بشه، وگرنه هر ناشری براش مایه افتخاری که بتونه این کتاب رو در بیاره. ولی کاش واقعا در مورد بعضی از آثار ادبی به این سطح درک و بلوغ و این چیزها برسیم که ادبیات واقعا قرار نیست که با یعنی اگه یکی دو کلمه توی متنی بود مثلا قراره کسی رو منحرف کنه یا کسی رو مثلا از راه بدر کنه. ادبیات اصلا کسی که ادبیات میخونه یعنی آدم با شعوریه، قاعدتا فرق میکنه قضیه، اونم توی این زمونه. این رو میخواستم بگم که با توجه به پیشینه ادبی آقای تقوایی اساساً نگاهشون به اقتباس متفاوته، یعنی داستان رو یک بار کامل برای خودشون دوباره از سر مینویسن و به نظر میاد که تعریف میکنن برای خودشون. برای همینه که حالا توی مثلا مواجهه با سریال در واقع دایجان ناپلون به نظر میاد که اساسا درسته که خب طبعا همه اونایی که رمان رو خوندن احتمالا میتونن از روی بخشش بپرن، یعنی اصلا یه سری صفحه ها رو بس خودشون رد بکنن بره، یعنی خب فکر میکنن دیگه جذابیتی توی بعضی از قسمتاش نیست، یا توی نوع پایان بندی که مثلا به داستان میدن در واقع با تفاوتی که در واقع با خود رمان داره به نظر میاد خب این کاملا از هوشمندی فیلمساز میاد، یا توی نمونه کاملا به خصوصش خب در واقع خود ناخدا خورشید به نظر میاد که کار کسیه در واقع این فیلم و نوشته شدن در واقع فیلم نامش کار کسیه که هم رمان رو خوب میشناسه، یعنی رمانی رو که بر اساسش اقتباس کرده، هم فیلمی رو که بر اساسش قبلا توی در واقع سینمای کلاسیک اساسا داشتن و نداشتن ساخته شده دیده و در طول سالها بهش فکر کرده. قضیه در واقع بومی کردن اون داستان به خصوص در واقع واقعا میگم اگه بنابراین باشه که یه روز و روزگاری در مورد اینکه سینمای بومی اساساً چیه و چه جوری میشه داستان‌ها رو تبدیل کرد به داستان‌های بومی، واقعاً میتونن ناخدا خورشید رو از این نظر مثال بزنن دیگه، برای اینکه کم پیش میاد که یه تماشاگری این رو ببینه و اگه توی تیتراژش اصلا اشاره نشده باشه که بر اساس یک رمانه و بر اساس اینکه مثلا حالا و اون فیلم در واقع فیلم هاکس رو ندیده باشه، بعیده که اصلا فکر بکنه که با یک داستان کاملا ایرانی طرف نیست. یعنی خب این به نظرم باز بخشش برمیگرده علاوه بر حال پیشینه ادبی آقای تقوایی واقعا به خاک جایی که ایشون توش به دنیا اومدن و زندگی کردن سالهای از زندگیشون، و اون منطقه کلا داستان نویس پروره، یعنی اون منطقه در واقع جنوب خوزستان خدمت خیلی بزرگی چه توی زمینه داستان نویسی و ترجمه داستان کرده به ادبیات ایران. همه اینا رو گفتم برای اینکه برسم به اینکه اگه یه اقتباس میتونه موفق باشه فقط بستگی داره به کسی که داره کار میکندش، کسی که کتاب بخونه، کسی که با ادبیات مشهور باشه. من تعداد کسایی که توی سینما ایران با کتاب مشهور باشن به نظرم خیلی کمه. متاسفانه کارگردانهای ما، فیلمنامه‌نویسای ما اصلا اهل کتاب خوندن نیستن، همشون نه ها، خیلی هاشون، ولی به هر حال من با خیلی هاشون سلام علیک دارم، دوستشون هم دارم، ارادت هم دارم بهشون، ولی متاسفانه کتاب نمیخونن، یعنی اصلا فکر میکنن که تجربه های شخصی زندگیشون تو خیلی وقتا بیشتر کمک میکنه بهشون. فارغ از اینکه واقعا این اتفاق میتونه بیفته یا نه، مهم اینه که یک شیوه ای رو به هر حال بعد از ادبیات یا از جای دیگه در واقع یاد بگیرن. من یادم میاد همون دوره‌ای که در واقع فیلم کاغذ و بی‌خط توی جشنواره در واقع نمایش داده شد، اگه اشتباه نکنم توی سالن حجابم اون سال ما دیده بودیمش فکر میکنم توی کانون، بحث در واقع سر همین در گرفت که آیا این فیلم میتونه مثلا مینیمالیسم رو وارد سینما ایران کرده باشه و داستانای مینیمال و اینا. یه سری میگفتن ما مطمئنیم که آقای تقوایی داستانای مینیمالیستی رو نخوندن، خیلی‌هاشون مثلا کاربر رو کامل نخوندن احتمالاً، شاید خیلی آشنا نباشن. بعد من سوالی که برام اون موقع مطرح بود و همون موقع هم نوشتمش این بود که چه اهمیتی داره، مگه قراره یه نویسنده یه فیلمساز بیاد بر اساس یه نظریه‌ای که در دسترس و مثلا قبلا بوده بیاد کاری انجام بده؟ نظریه‌ها قراره بیان بر اساس کارها در واقع شکل می‌گیرن و بست پیدا میکنن، بنابراین اهمیتی نداره که فیلمساز اصلا میشناخته یا نمیشناخته، مهم اینه که کاری که کرده میتونه در واقع نمونه تمام و کمال اون چیزی باشه که ما به اسم مینیمالیسم میشناسیمش. اصلا در واقع اون حسبی که در واقع انجام میده، در واقع به جای اینکه ما با یه کل زندگی طرف باشیم با چند برش از این زندگی طرفیم و در واقع اینا رو چجوری میتونه همین چند برش رو به هم وصل بکنه، نشون میده که
ما با یک داستان کاملا طرفیم، هرچند فیلم داره پرهیز میکنه از این که بخواد کاملا داستانگو باشه. منم یه نکته رو اشاره میکنم، این خیلی چیزه، میخوام راجع به یه برداشت خیلی خیلی شخصی بگم راجع به فیلم، و چون دیگه آقای تقوی اومدن من شما نبودین خیلی سلیس حرف زدن. آره من شما نبودین گفتم تا نیستن آدم، من تونتون حرف زدم که اومدم من دست شما گم میکنم. ببینید این یه چیز خیلی شخصی، یعنی نگاه خیلی شخصی میخوام راجع به فیلم بگم، و اونم اینه که به نظر میرسه که ببینید اتفاقا توی فیلم کاغذ بیخط ما داریم از یک داستان کهن استفاده میکنیم به عنوان یه بستر. یعنی درسته که فیلم کاغذ بیخط یک داستان اقتباسی نیست، اما نگاه کنید روی کرده که به یک داستان کهن کودکان داره، یعنی داستان شنگول و انگول. آره فیلم در واقع به نظر من بازی خودش رو با روایت از داستان شنگول و انگول شروع میکنه، و مثلا وقتی که زن توی اتاق داره داستان رو میخونه و همزمان با برش‌های ما در بیرون اتاق داریم مرد رو می‌بینیم که مثلا پای پنجره است، بارون داره میاد، و به نظرم فیلم شروع می‌کنه یه جوری یه بازی رو انداختن با این روایت کهن. بعد ببینید به نظرم فیلم اتفاقا یه مسیر رو داره طی می‌کنه، و اون مسیر اینطوریه: چطوری از این داستان کهن میرسه به اونجایی که روزمرگی رو تبدیل به یک داستان می‌کنه. یعنی این داستان اومدن گرگ به داخل خونه اینا به نظرم با اون در شکستن و اون اتفاقی که بین پدر و بچه‌ها داره میفته و با صدا زدن دائم اینا که شنگول کجاست، منگول کجاست، و انگار که داریم ما روش تاکید میکنیم، و چطور این مسیر رو آروم آروم داریم طی میکنیم تا به جایی برسیم که در پایان زن با انجام زندگی روزمره دوباره به شیوه اون داستانی که داشته رسه. این به نظرم یک کمی توی مسیر فیلمسازی خود آقای تقوایی هم قابل مشاهده هست. یعنی این مسیر رو مثلا اگر ما دای جان ناپلئون، ناخدا خورشید و این مسیر رو تا کاغذ بیخط ببینیم، به نظر میرسه که کاغذ بیخط اگر راجع به اون ورود مینیمالیست داریم حرف میزنیم، یه جوری انگار یه مسیری که تو کار خود آقای تقوایی هم میتونیم ببینیمش. حالا من نمیدونم آقای تقوایی قبل از کاغذ بیخط درس میدادن یا نه، یعنی توی کلاسای داستان نویسیشون یا نه، چون من از بعد از کاغذ بیخط دیگه کلاساشون رو میدونستم که جاهای مختلف و اینا. گاهی اوقات با خودم فکر میکنم که یه جوری انگار که مسیر بعد از فیلم رو هم آقای تقوایی در مورد خودشون طراحی میکنن که بعدش دانشجو تربیت میکنن و یه عالم نویسنده از خیلی قبلش و نمیدونم من از قبلترش این کار میکنم. خود فیدنامه از دل همون کلاس در اومده. بله بله. آها از باغ فردوس. خیلی ممنون. میخوام خواهش کنم که آقای توکلیان به جمع اضافه بشن اگه ممکن. هستم. آقا سلام. توکل نیا خوش اومدین. یه کمی هم در مورد روند تولید و این که اصلا چی شد با تقوی کار کردین برای ثبت در تاریخ صحبت کنید. به نام خدا. خب کار کردن با آقای تقوی که باعث افتخار هر کسی هست، خصوصا بنده که به هر حال این افتخار رو داشتم که حالا متاسفانه میشه بگی فعلا بعد از 14-15 سال باعث تاسفه که آقای تقوایی کار نکردند و سینمای ایران حتی به قول خودشون در حداقل 2 سالی یک فیلم رو از ایشون خالی داشته و این حسرت هیچ وقت به از دل ما خارج نمیشه. و خود من به هر حال 1-2 سال بعد از کاغذ بیخط، چون ایشون همواره پیشنهاد داشتن و خودشون قصه هایی رو رفتند، به هر حال متاسفانه نیمه کاره مونده، دلایلی که در واقع حالا معمولا تهیه کننده ها به وجود می آوردن و نمیتونستن با آقای تقوایی کار رو به اتمام برسونن. و حالا به هر صورت نمیخوام خیلی باز بکنم، ولی واقعا از این بابت متاسفم. ولی من
این افتخار رو داشتم. حتی من دو سال قبلش واقعا تو این فکر بودم که با ایشون کار کنم و این موقعیت به هر حال بعد از فیلم میتونم بگم حالا پرفروش دستای آلوده رخ داد که ما به هر حال تونستیم که افتخاری رو داشته باشیم در خدمت آقای تقوایی باشیم و همچنان دوست دارم این افتخار نصیب من بشه که حالا امیدوارم که آقای تقوایی به هر حال این موقعیت رو پیش بیارن. معمولا تایید کننده ها پیش میارن. والا من که همینجا دارم اعلام میکنم دیگه. خب تمام دیگه. حل شد. آقای تقوایی متاسفانه سخت دم به تله میدن. پس حل نشد. واقعیت. کف رو زدن بعد شما زنجیرش. چیکار کنم دیگه. نه مسلمن آقای تقوایی. هر حال سخت گیرن ایشون دیگه با. خودی که آدم هر موقعیتی نمیدونم به هر حال ایشون موقعیت خودشون رو موقعیت کاریشون رو بهتر میدونم نه واقعا در سطح هستم ایشون هم عمیق فکر میکنه عمیق میاندیشه و ایشون تصمیم میگیره و اینکه کی افتخار بدن برای سینما ایران کار بکنن رو بارها به استاد عرض کردم که شما کار بکنید فیلم بسازید چه برای تهیه کننده من باشم چه کسی دیگه این برای سینمای ایران برای فرهنگ ایران میمونه که هرچند ایشون فیلم هم کار نمی کنن باز تو این زمینه تدریس میکنن به هر حال دانشجوها این رو ایشون فکر کنم یه کمی برگردیم به قبل یعنی در شرایط تولید این رو و اصلا اینکه چه شد که با تقوایی کار کردید در موردش خب جز این تر حرف بزنید جالب میشه حالا دلیلش این علاقه ایه که من در واقع مثل تمام دوستانی که با علاقه اومدن و فیلم ایشون رو دیدن و میبینن خب منم قطعا این علاقه رو داشتم که توی کارهایی که برای تو زمینه تهیه انجام میدم این افتخار رو داشته باشم که به هر حال اسمم کنار اسم آقای تقوایی باشه و به این همچنان میبالم ولی واقعا تأسفم میخورم که چرا مجدد این افتخار تا این لحظه نصیب من نشده و امیدوارم در آینده این اتفاق بیفته. این فیلم نامه چجوری دست شما رسید؟ فیلم نامه خب آقای تقوایی هر زمانی که شما به عنوان تهیه کننده بخواد با ایشون کار بکنید حداقل ایشون 10 تا قصه دارن همیشه یعنی الان هم همینطور و خب قصه هایی رو که لطف کردن و برای من تعریف کردن من تو اون موقعیت در واقع دست گذاشتم روی کاغذ بی خط و گفتم این الان به هر حال من برای تهیه کنندگی خودم این رو مناسب میدونم و ایشون هم به هر حال خب پذیرفتن چون قصه‌ای بود که تعریف میکردم و قرار بود من یکیشو به هر حال انتخاب بکنم این اتفاق به همین راحتی افتاد و ما با ایشون به هر حال شروع کردیم و مدت فیلم برداری چقدر بود آقای توکلی مدت فیلم برداری به هر حال از زمانی که ما کلید فیلم رو زدیم تا تمام بشه حدود فکر میکنم که بله دقیقا بگم حدود 110 روز شد نزدیک 4 جان نزدیک 4 ماه بله 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 خب میخوام خودتون در واقع یک مروری بکنید ببینیم کاغذ بی خط تو دنیای آقای تقوایی و روند فیلمسازی آقای تقوایی کجا قرار میگیره یعنی تو این مسیری که دارید میبینید چون دیروز یه بحثی رو خانم وفا مه مطرح کردن که حالا خود آقای تقوایی هم تشریف دارن میشتن روش حرف زد این که آقای تقوایی چه در نوع یعنی شیوه روایت چه در ساختار کارهاشون چه در قصه ها در واقع سعی کردن که تکرار وجود نداشته باشه حالا تکرار رو به معنی منفیش نمیگم اینکه مثلا حالا بعضی تم به خصوصی دغدغه‌شون همونو تا آخرش ادامه میدن و اصلا تبدیل به نوع میشه به سبک میشه آقای تقوایی معمولا از اینها گریز داشتن و مثلا شما کمدی کار کردن کار آپارتمانی خلوت کار کردن کار شلوغ کار کردن کار تاریخی کار کردن کار جنگی کار کردن و چه به لحاظ ساختار و چه به لحاظ موضوع کاغذ بی خط فکر می‌کنید تو این مسیر کجای کار قرار می‌گیره خب
نکته اینه که به هر حال اگه اشتباه نکنم آقای تقوایی هم جز نسلی از فیلمسازهای ما هستن که با سینمای کلاسیک بزرگ شدن، یعنی به هر حال نسلی هستن که سینما رو از طریق سینما یاد گرفتن، روی پرده سینما فیلم ها رو دیدن مداوم و در واقع حتی آداب اولیه فیلمسازی رو هم از تماشای مکرر فیلم ها آموختن. برای کسی که با سینما کلاسیک بزرگ شده باشه، در واقع اون تعریفی که ما در واقع از سینما داریم که یک نفر یک مضمون تکرار شونده، یک تمی در واقع در فیلمهاش داشته باشه که بخواد اینها رو فیلم به فیلم در واقع پیش ببره، شاید خیلی چیز مهمی نباشه، هرچند هست توی در واقع خیلی از فیلمسازهای کلاسیک و در واقع اون در واقع کاری که منتقدان فرانسوی توی دهه 50 به بعد در واقع کردن، کشف همین در اون مایه ها بود توی سینمای کلاسیک آمریکا و سینمای کلاسیک به طور کلی. از این نظر خب بله، آقای تقوایی در طول کارنامه‌شون سعی کردن که کاری شبیه کارهای قبلی مدام انجام ندن، کار تازه تری بکنن و من واقعا فکر میکنم که کاغذ بی خط از این نظر به لحاظ کارگردانی، من کارگردانی بلد نیستم، یعنی اصلا نه درسش رو خوندم نه ادعایی میتونم بکنم در این زمینه، ولی به نظرم فقط کارگردانی همون بخش تعریف کردن قصه شنگول و منگول و در واقع همون کافیه برای اینکه یک نفر بخواد حتی بگه فیلم کاملا نشان استادی مثلا یه کارگردان رو میتونه مثلا به ما نشون بده، خود اون فصل به تنهایی کافیه برای اینکه ما بخوایم قدرت کارگردانی آقای تقوایی رو ببینیم و مثلا ببینیم که از یه قصه تعریف کردن ساده برای مثلا دوتا بچه چه سکانس جذابی واقعا میشه در آورد. بنا به این اگه بخوایم در نظر بگیریم، من فکر می‌کنم واقعا کاغذ بی خط کار احتمالاً واقعا سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کارگردانی آقای تقوایی در طول این سال‌ها و واقعا چه بد که بعد از اون واقعا فرصت نکردن که یه پله در واقع بخوان سینما ایران رو دوباره ارتقا بدن و بالا ببرن. راستش من هم اینطوری فکر می‌کنم، یعنی فکر می‌کنم که فیلم کاغذ بی‌خط پیچیده‌ترین کاری که در آثار آقای تقوایی به لحاظ کارگردانی وجود داره. من یه مثالی رو می‌خوام بزنم توی یه سکانسی که مثلا خیلی ممکنه در نگاه اول ساده برسه، اون هم سکانس ابتدای فیلم، مثلا یکی دو سکانس ابتدای فیلم رو میخوام مثال بزنم. ببینید اونجا یه اتفاقی داره میفته، ما در واقع صدای خارج از قابی رو از خانم تهرانی داریم میشنویم، در قاب داریم یه اتفاق دیگه ای رو داریم میبینیم و اونم اینه که پدر آقای خسرو شکیبایی دائم دارن میرن دم حموم، میرن دم دستشویی، یعنی روایتی که توی تصویر داریم میبینیم اتفاقی که برای پدر داره میفته، صدایی که داریم میشنویم صدای مادری که خارج از قاب داره تعریف میکنه، داره موضوعی رو برای ما میگه و بعد ما به واسطه تصویری که داریم میبینیم میفهمیم که پشت این درا هم آدمای دیگه هستن که اونا هم درگیر موقعیت‌های خودشون هستن. میخوام بگم که ببینیم به لحاظ اتفاقی که توی تصویر داره میفته فیلم چند دایی داره عمل میکنه. حالا جالب برای من اینجاست که ایده فیلمنامه فیلمم اینه که مادر داره علاوه بر چیزهایی که ما داریم میبینیم داره راجع به یک تصویر ذهنی خودش حرف میزنه، یعنی تصویر ذهنی خودش رو از موقعیت داره میگه. ببینید ما هم تصویر ذهنی مادر رو باید از موقعیت تصور کنیم، هم اتفاقی که داره توی تصویر داره میفته رو باید ببینیم، هم باید بفهمیم که بیرون این درهای بسته‌ای که ما داریم میبینیم یا بیرون این قابی که ما الان داریم میبینیم یه روایت دیگه هم داره اتفاق میفته. به نظرم ترکیب همه اینا با هم یه پیچیدگیه که خیلی ساده داره به ما ارائه میشه و این اون جادوییه که برای فیلم کاغذ بی خط برای من داره و برای منم تبدیلش میکنه به پیچیده‌ترین کاری که از آقای تقوایی دیدم توی کارگردانی. مرسی.